بعد از آشنایی با ابزار برش یا همون کراپ میرم سراغ ابزارهای نمونه برداری من یک عکس رو اجازه بدید اوپن میکنم عکس بعدی رو میگیرم میتونیم یک پریویوی داشته باشیم از محیط مکسش و رندری که شده مکس رو باز میکنم کنترل میگیرم و صفر رو میزنم بسیار خوب ببینید با اولین ابزار که آی نام داره من میتونم نمونه برداری بکنم از اون پیکسل از رنگ اون پیکسل یعنی چی ببینید اینجا ابزاری هستش که من میتونم رنگ رو مشخص بکنم حالا این رنگ رو هر جای خواستم میتونم استفاده بکنم هر رنگی که انتخاب شده باشه مثلا من این رنگ بنفش رو انتخاب میکنم با براش میام بنفش میکنم هر جایی رو که بخوام کنترل میگم زد میزنم بعضی وقته احتیاج هستش که من دقیقاً این رنگ و احتیاج دارم یا این رنگ و احتیاج دارم یعنی دقیقا اون رنگی که داخل صحنه هستش رو من احتیاج دارم و باید دقیقا اون رنگ رو انتخاب کنم خب کار خیلی سختی من بیام اینجا مثلا این رنگ رو بخوام پیدا بکنم هی باید بیام تو اینجا بگردم به سختی بتونم اون رنگ رو پیدا بکنم و آخر سر میبینیم که دقیقا اون ممکنه نباشه بهترین راه برای اینکه نمونه برداری کنیم آیدراپر مثل همه نرم افزار دیگه وقتی من کلیک میکنم انتخابش میکنم موس به این صورت در میاد و روی هر جایی که از تاثیر من کلیک بکنم به عنوان مثال اینجا یا اینجا دقیقا به همون رنگ تبدیل میشه مثلا من این سبز رو انتخاب میکنم یک کلیک که میکنم تبدیل میشه به اون رنگ سبز دقیقا این کد RGB مربوط به این رنگ هستش وقتی من آیدراپر روی این رنگ میزنم تبدیل میشه پس به این رنگ خب راه خیلی ساده ای هستش برای اینکه من دقیقا به اون رنگ دسترسی داشته باشم و بتونم کارم رو انجام بدم مثلا من اینجا یک کلیک میکنم رنگ انتخاب شد فرض بکنیم با این براش من میخوام اینجا رو برطرف کنم حالا نمیدونم چه قطعا کیفیت فیلم میاد پایین وقتی به دست شما میرسه ولی اینجا حالا حاشیه های رفلکت داده شده از اینجا که من اون رو برداشتم البته نمیگم این روش درسته من دارم میگم که دقیقا اون رنگ رو من انتخاب کردم و اگر نیاز باشه میتونم اینطوری تغییر رو بهش بدم خب از تنظیمات های دراپر سایز سمپل برداریشه که با این بخش آشنا هستید میانگین 3 تا پیکسل این ورتر اون ورتر یا 100 خورده پیکسل بالاتر و پایینتر تر به نوع نمونه برداری شما داره باز اینجا من نشون میدم رو میزنم یا از این ابزار من استفاده میکنم و زوم میکنم ببینید تمامی تصاویر از پیکسل ساخته شده و نمونه برداری که میکنه بر اساس چند تا پیکسل این ورتر و اون ورتر باشه و این نمونه برداری رو انجام بده خب اینو که آشنا هستی این حالا نمونه برداری فقط همین لایه باشه بر اساس همین لایه باشه و یا نه این لایه و لایه زیریش باشه یا تمامی لایه ها باشه منظور از لایه ها همونی هستش که تو جلسه اول بهتون معرفی کردم و قطعا جلسات بعدی بهشون خواهیم رسید حالا این لایه ها میتونه به همراه این اجاسمنت ها باشه یا بدون اینا باشه که اینجا میگه این نمونه برداری اگه میخواد روی لایه های پایینش باشه اجاسمنت ها هم محاسبه بشه یا نشه که قطعا بهشون میرسیم و اجاسمنت ها رو معرفی میکنم و لایه ها رو هم معرفی خواهم کرد شو سامپل رینگ هم که چیز خاصی نیست ببینید به من من کلیک میکنم دکمه رو من ول نمیکنم یک رنگی میاد و نیم دایره پایینی رنگ قبلی رو نشون میده نیم دایره بالایی رنگ جدید رو که سل کردیم نشون می‌دهیم به این دلیل خاکستری که دورش شده برای اینکه خاکستری رنگ خونسا و بهتر که از رنگ‌های خاکستری توی بکگراندات استفاده بکنید تا دقیقا رنگ‌ها رو بهتر بشناسید و صحیح ببینید توی منیتور بخاطر این دورش یک حاله خاکستری میذاره که دقیقا اون رنگ رو ما متوجه بشیم به چه صورت هست حالا من دکمه رو ول میکنم. این این تیک نباشه وقتی من کلیک میکنم دیگه برای من نمیاد من در نمونه برداری رو انجام میدم اینجا اگه دقت بکنید رنگ ها داره انتخاب میشه ولی دیگه به من این رو نشون نمیداد بسیار خوب اینم از تنظیمات آی دراپر این بخش هم مربوط به بخش تریدیها ها میشه که قطعا بعدا دوره جداگونه برای فتوشاپ خواهیم ساخت در خصوص ها که روی اون مجموعه میتونیم حتما در مورد این موضوع صحبت بکنیم ولی و کاربردش مشابه همینی هستش که الان اینجا است. فقط اینجا تو سطح دو بودی، اونجا تو سطح سه بودیه کالر سمپلر که تنظیماتش رو میبینیم آشنا هستیم با اینجا من اینجا یک کلیک میکنم ببینید یه پنلی برای من باز کرد شماره یک نوش نوش شماره یک RGBش ایناست مگه اینجا یک کلیک دیگه بکنم شد شماره دو میگه این نقطه ای که شما نمونه برداری کردی رنگ قرمز سبز آبیش داره این کتا هستن اینجا میام یک کلیک میکنم شماره سه اینجا میام کلیک میکنم شماره چهار دونه دونه بر من شماره سه شماره چهار این ها رو مینویسه حالا چه استفاده از این میشه؟ انشالله توی سطوح بالاتر در خصوص این اجاسمنت ها که میخوایم صحبت میکنیم می‌بینیم که کمک خیلی زیادی به ما این نقاط میکنه و این کود هایی که اینجا هستش و کارهای خالق می‌تونیم ای میتونیم به وجود بیاریم و پست پروداکشن های فوق العاده قوی میتونیم اجرا بکنیم فعلا تا همین حد بسنده میکنیم تو اینجا ببینیم که نمونه برداری ها رو ما انجام میدیم و کد رو در قابل استفاده خواهیم داشت به این دلیل من مثالشو نمیزنم چون اینها رو شما الان آشنا نیستید و ممکنه بدتر سنگین میکنه مبحث رو اینم کلیر آر رو که بزنم که میتونه همه اینا رو برداره و پاک بکنه خیلی خب رولر خطکش هستش مثلا میتونید اندازه گیری بکنید حالا یا با میجرمن یا بدون اون که چیز خاصی نیست خیلی هم حالا دقیق نیستشون عکس ها معلوم نیست, نیست واحدشون بر اساس چی بوده این استرینگ استرینگ سن که میتونه افقی بکنه دقیقا ببینید من الان روش کلیک میکنم اون خط رو برای من افقی کرد کاری به این محیط الان نداشته باشه اینجا به این افقی کرد یعنی دقیقا همین کاری که توی کراب ما داشتیم این استرینگ سن میکرد اینجا هم ما تو رولر داریم که استرینگ سن این کارو بکنه که حالا من اینجا میذارم اون دکمه رو نمیزنم و کلیر بکنم که خب خطی که کشیدیم رو حالا داره هر زاویه‌ای هستش از چه نقطه‌ای طول عرض و مختصاتی شروع شده رو میتونم کلر بکنم و نیازی بهش ندارم نوت برداری ببینید من اینجا یک کلیک میکنم اینجا یک کلیک میکنم و اینجا هم یک کلیک میکنم من میتونم اینجا متن خودم رو بزنم و وقتی فایل رو سیو بکنم برای نفر بعدی بفرستم وقتی پروژه به صورت گروهی داره انجام میشه اون نفر میدونه که آره اینجا من باید فلان تغییر رو میدادم شراچون چون مثلا کارشناس بخش قبلی گفته که اینجا باید این اصلاح صورت بگیره پس این متن ها توی رندرتون دیده نمیشه یعنی تصوری که شما سیو بکنید اینا دیده نمیشه توی فتوشاپ که باز بشه میتونیم اینها رو باز بکنیم بخونیم ببینیم چه توضیح داده شده در مورد اونها چیز ساده ای ازش کلیر بگم که همه رو پاک میکنه و رنگشون هم که میتونید مشخص بکنید چه جوری باشه ابزار بعدی هم شماره گذاریه هر جایی من کلیک میکنم مثلا اینجا شد یک اینجا میزنم میشه دو اینجا میزنم میشه سه اینجا میزنم میشه چه دونه دونه مراحلی که قرار انجام بشه کارشناس بعدی متخصص بعدی که میخواد رو عکس کار بکنه میدونه به ترتیب این رو باید انجام بده اول این بخش باید انجام بشه میتون روی متنش بزنه بخونه و بعد این بخش و این بخش توی سیف شده عکس شما همچین چیزی رو نمیبینید یعنی این اعداد و این نامه های زرد رنگ رو نمیبینید فقط برای این هستش که اون کاربری که داره با کامپیوتر کار میکنه بدونه به ترتیب چه مراحلی رو باید انجام بده خب حالا رنگ اینا هست که میتونید تغییر بدید سایز این نقاطی هستش که وجود داره ببینید سایزش رو من کم و زیاد میتونم بکنم سایز نقاطشون و سایز لیبلشون یعنی نوشته ها شماره گذاری میتونم تغییر بدم میتونم هاید و آن هایدشون بکنم اینا در قالب گروه شماره وان هستش حالا من میتونم رینیم بکنم یا یک گروه دیگه ای برای اونها بسازم به نام مثلا گروه دو یا هر چیز دیگه تنظیم خاص دیگه ای وجود نداره اینجا هم که تعداد این نمونه برداری شماست ببینید من میزنم بیشتر میکنم تعداد رو اینجا به من نشون میده که احیانا شما مثلا وقتی شلوغ باشه سنه 8 تا مثلا 6 تا کار کردید بعد اینجا نگاه میکنید میبینید 7 تا بعد بگردید دوباره اون دنبال اون هفتمی که اونم تغییر بدید اینم که کلیره و اینها رو از بین میبره البته من میتونم بیام اینجا و اینجا کلیر آرم بزنم و دیگه گزینه دیگه ای تو این بخش نمیمونه